نه کاری به درخت و اینا ندارند و گربه و اینا، به اعمال انسان کار دارند. هر کاری کردید الان اون آقا در اون صندلی برمیداره و جواب بده که این درسته غلطه، شاخه تو خونش از درخت کنده، جز اعمالشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا شرا یره، و بی جا نکنده باشه محاکمش کنه. بعد از درخت حلالیت بده من بعد مال خودش نباید ضایع کنه، باید به جا کرده باشه. اگرم به جا باشه که بله، حالا سازش آخر کنده. نه بابا از درخت رضایت نمیخوان، با خودش دارن محاکمه میکنن. مگر درخت مال کسی باشه از صاحبش بدیم رضایت. چون اگر انسان به سرا زنی را عقد کند به محض که دخول انجام شود، دختر آن زن به او محرم میگردد و نمیتواند با او ازدواج کند. بله. ولی تو مسئله 294 اونجا شخص ازدواج نکرده، زنا کرده و اینجا هم دختر اون نه، دخترهای اون رو نمیتونه بگیره. نه چند شمارش؟ 2394. چشم. 2394 اگر رساله جلوتونه بخونید شماره رو بریم. اگر انسان پیش از آن که دختر عمه یا دختر خاله خود را بگیرد با مادر آنان زنا کند، دیگر نمیتواند با آنان ازدواج کند. ببینید عمه و خاله اینطورن، نه کلی. اگه نه که نمیخواست بگه دو عمه یا خاله، بگه و هر دوست وقتی عمه و خاله اگه یه خانم دیگه رفته باشه باشه زنا کرده باشه، بله بله دخترش میتونه، بله 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 عمه و خاله استثنا، بله خب همه دیگه. اگه استثنا بود که اسم نمیبر، برای چه اسم ببرم؟ میگو هر دختر زنا کرده ننش نمیتونه بگی، پس معلومه مخصوص این دوتاست. کجا؟ قبرستان بقیه رو خراب کرده. قبرستان بقیه وهابیا. وهابیا فرقه ضاله است که مثل بهایی های ایران. اما کیا تأسیس کردن؟ پشتش انگلیس بود. بخیم بهایی ها پشتش روس بود. روسی سابق اون داشت خراب کرده. اونا دبن. فرقه باطلی هم تا قدرت هی پیدا کردن. الان قدرت دستونه. سنی ها 100% با اینا بدن، اونا با سنی ها بدن، فقط با شیعه نیستن، چون اونا برن اذیت میکنن. مثلا همین قبرهای ائمه ما یه 100 سال خراب کردن. از اسلام تا حالا 1400 سال میگذره، حکومت های مکه مدینه همه سنی بودن، ولی خب به قبر کار نداشتن. اینا به اونا هم کار دارن، نه به قبرهای ما، به قبرهای خود سنی هم کار دارن. رفتن قبر شیخ عبدالقاهر که مثلا مال سنی خراب کردن مرقدش، اونا با هم درگیرن با سنی هم داره. بله. چشم. مسئله 27 رساله است. 27. بله. حالا خیال نکن نوشته اگر لپتاپی خون شود. میگم. بیست و هفت رساله. آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاسات روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد، این آب قلیل را جمع نمیشه ریخت با زمان؟ نه میدونم، اینه بخون شروع شد تازه نجس است. میدونم الان میخوایم بریم برای شما خواستگاری، تا پیچیدیم تو کوچه نگوی من دختران اینجا سرب کنم، این در میخونم در میریم کی هستش بخونیم. بله از حول حول حلیم. آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاسات روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد نجس است. و همچنین بنابر احبا باید از آب قلیلی هم که بعد از برطرف شدن عین نجاسات برای آب کشتن چیز نجس روی آن میریزند و از آن جدا میشود اجتناب کنند. خب حالا خوبه، میخواستم بخواد ذهن بره سمت یه چیزی و من حرف بزن. ببینید آب قلیل بر اساس تعریفی که تو رساله دارن میکنن، میگن آبی است که از کر کمتر باشه. مسئله 25
بله آب قلیل آبیست که از زمین نجوشه و از کرم کمتر بشه. الان این دست همون من بذارم توی نلبکی خیس، اینم آب قلیله، از کر کمتره، از جای هم نمیجوشه. ذهن رو ببرم چی جنون رو پاکش کنیم، چون ذهن ها آشنا نیست ما، یه خیال میکنیم تا شیلنگ رو نیاریم و آفتابر نیاریم و اینا. حالا اینجا یه مسئله دیگه بخونیم که یه خورده ذهن آشناتر بشه. الان میارم میخونم. 244 244 الان شروع کردم تازه، ایشون هم همه عجله رو کرد، گفتیم داریم بریم زنشو پیچیم تو کوچه، میگه کوزن باقا بریم، حالا خونه مونده بعد در طبقه چندم بریم، بعدم پزار بزرگش دیروز مرده، حالا نمیشه، حالا سه اصول نکنه. اگر دست ها تر کنند و به صورت و دست ها بکشند، چنانچه تریه دست به قدری باشد که به واسطه کشیدن دست آب کمی بر آنها جاری شود کافی. خب اینو دیدید، کسی که تعریف وضو رو اینجور کرد برای ما، گفت در 236 در وضو واجب است صورت و دست ها را بشویند. پس من اگه دستمو بزنم تو نلبکی تره، اینجوری بکشم، یا آب کمی که میگن آب تکون بخوره رو دست صورتم، اینم شستن اسمش میشه، تا کم اونم شستن، آب کمی جاری هم میشه. اینا دارم مقدمه میکنم که اگر اون همون رو بدید دست من، همون مثلا فرض کن این همون چی گفتید رفتم، این عین خون رو با یه دستمال کاغذی برده، عین خون است، دست تر کنید اینجوری بکشید که آب زیرش را بره. چهار پنج تا مراجع گفتن همه چی پاک، دست پاک و اون پاک و همه پاک. آقای خمینی میفرماد که این آب احتیاط اینه که این آب اولی رو نجس حساب کنه، احتیاط همه چون نه حالا دور کردیم بدید من مصرف دارم. میگن اون وقت تو عروه اونو نوشتن، دو مرتبه اون آب رو خشک کنید با دست کاغذی، یه بار دیگه دست تر کنید بکشید پاک، نمیخواد خیلی تره هم تر کنید. دیدی دختره رو گرفتیم و حالا ما خواهد برید هجله. بله بفهم آیه 181 سوره بقره. بله خدا رو تا رو میاد داره تحتیب بکنه کسی که وصیت کسی رو بشنوه و اون رو مثلا عوض رو کنه و کاری انجام بده، اینا این خدا تحتیب کرده. و سده اشتار رو بلا فاصله پشت سرش خدای سبحان اونجا بیبرمان که ولی اگر مثلا مفسده یه ما و مثلا ورسه چیز هستن دیدن اینجا یه راه نفسی با کردن که مثلا میتونه اینو عوض کنه فلان کنه. حالا اگر که کسی وصیتی کرده و اون موسی مثلا میبینه که خب بین ورسه مفسده شده، قرار قرکشی شده، این میتونه این وصیت رو اجرا نکنه؟ چشم یک کسی وصیت کرده، من که از دنیا رفتم، این همسایه روبرو روی شکم توش لقت توش شکمش بزن وصیت بره با ببخشید یه پدر ما وصیت کرد بره. این همونه که جنف اسم، این وصیت به اسم کرده، حالا لاغت بزن نمی کنیم دیگه، ما هم میگنه خطش بزن تو بستن، می خواهم بریم همسیر رو بینید لقت بله؟ جا بله این پای لقت که اومد بیرون این هر وصیتی نیست، وصیت صحیح باشه درست کنم اسم دیگه، وصیت اسمیست بله بله، جنف هم یعنی وصیتی کرده داره حق دیگران رو ضایع میکنه، این بیش از ثلثش حق نداشته، یهو رو نصف مالش وصیت کرده، میگم آقا خطش بدن رو سورس میتونه وصیت کنه. بله قبل از مثلا 4 ماه بعد از 4 ماه از بچه‌ها سوال کنید دقیقاً. من هر چند جشی ما جو تو رساله نذارم. بله تو رساله در رساله نیست. لکن اون رساله های سابق مالای بروج رضی آخرش مقدار این احکام داشت، ندیدم تو اینا دوباره. بله نه حالا میگم اینجا تو این کتاب
این رو داره. این بله به خود مفصل تر داره دیه های نه میگم همه رو میگم برش. ببینید این کتاب تحریر الوسیله جلد چند یک نه تو جلد دو هستش. در فخ آخرین کتابی رو که می نویسن دیاته. بعض وقت میخوان مثال بزنن میگن من طهارت الى دیات، چون اولین بحث فقه طهارت رو می نویسن همون آب و آب کشین رو، آخرین بحثش دیات میگن. بله تا دیات میگن. حالا بس دیگه به درس و خوندن و چه و فلانی نداره. حالا شما خیرش رو ببینید 42 سال خوبه. اینجا در کتاب دیات که آخر رساله مثلا نوشه کتاب دیات. خب حالا میخون اون کاسته شما میاره میخون. دارن انواع دیه ها رو میگن چیه چیه چیه. اینجا مفصلات. تا برسیم به دیه بچه و جنین و بچه تو شکم و فلان و اینا. حالا میاریمش. بله. دست تو فهرست رو ترپیدا میشه. فهرست بیاریم. بله. فیدیت الجنین 597. اینم 500. اینم 90 و بله. بله. دیشب بوده پریشب بود تلویزیون اعلام کرد که در ایران روز 1000 تا داره به صدا کوتاژ میشه. غیر قانونی روزی هزار. الجنین بچه تو شکم میگن جنین. اذا ولج فیه روح، بچه هنوز روح نیومده بهش یا روح اومده فرق میگن. از چهار ماهگی روح میادش. بله حالا اینا خورده چون که دیگه اونجا از اون وقت بچه وقت روح بیاد تکون میخوره زن میفهمه. اول بار روح پاش تکون میده لغت شروع میکنه به لغت زده. ففیه دیه کامله، بچه ای که روح در بدنش اومده این آدم بیرون دیه میگیرن. چطور بیرون؟ اگه دست یه نفر بشکنیم چقدر باید دیه بدیم؟ گفتن بچه هم دیگه روح اومده همه. گفتم چقدر؟ 1000 دینار، 1000 مثقال طلا. بله حالا چون حالا ازک تسلحم و تمت خلقتو. حالا برمیگردیم عقب. حالا بخوایم برگردیم عقب یه آیه در قرآن یه خورده راهنمایی میکنه ما رو در این بخش که میخوام بگم. در سوره مؤمنون میخونیم یه خورده لغتاشو یاد میگیریم. صفحه 342 بیاد پایین تا اونجا که نوشته ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، آخرش 12 زده. ما انسان رو از سلاله طین. سلاله طین یعنی آب و گل. چه میشه؟ چه میشه؟ میشه میوه، چی میشه؟ میشه حبوبات، میشه گندم، چه غذا دیگه؟ غذا حیوانات علفو میخورن، میشه گوشت. این هم تو بدن حساب مادر پدر چه از اونجا شروع شده. انسان از سلاله هستی تا برسیم به وقتی که زن و مرد با هم جماع میکنند و منی از کمر مرد میره تو رحم زن. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، اون وقتی که نطفه رفت تو رحم زن معنی رفت. این نطفه است اما قرار مکین هنوز نرفت. یه نفر در جلسه اومده هر کجا بشینه میفته، فقط اینجا ها محکمه بشین. نطفه میره به جدار رحم میچسبه حال قرار مکین، چون مخی جذب میکنه غذا و مخی یواش یواش تغییرات میده. بعض وقتا نه نچسبیده میره تو و بعد میره بیرون اون چیزی بسید. خلق قرار مکین میگن
نطفه، خود نطفه رو اگه نطفه که رفت تو رحم ما هول کنیم طرفی که نطفهش هدر بره، اینجا چیز داره میفرماد که الان میخونم. و فی نطفه از استقرت فی رحم اشرون، نطفه رفت تو رحم چسبید به جدار رحم، کسی اون نطفه رو یک کاری بکنه بندازدش 20 مثقال طلا بجایست جاییست. یه مثقال که میگن مثقال بازار نیستش، اینا دینار بوده، مثلا 20 دینار به مثقال های ما 15 مثقاله، 20 دینار این مثقال های این شرعی 20 مثقال سیرفی معمولیست، حالا درش میارم قیمتش. پس نطفه که چسبید به رحم کسی بندازدش 20 مثقال. روز اول نیست، طول میکشده بسنون، حالا روز اول بچسبید، حالا چه میگن که 40 روز این اونجا چسبیده است، یواش یواش تبدیل به خون بسته میشه، علق. امروز من داشتم بررسی میکردم سوره مبارکه علق رو برای بار انام، من 50-60 سالمش درس بخونم. خدا به پیغمبر فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. علق اون خون بسته هر میگه، خونه که بعد 40 روز علق میشه. حالا اگه اون علقه رو انسان بیاد سخت کنه 40 مثقال طلا باید دیه بده. 40 روز اون میمونه میشه مثل گوشت جویده شده. بله اینجا هم گفته خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه، مضغه گوشت جویده مثل این قیافه میشه. اینجا میگن اگر اون مضغه رو کسی سخت کنه 60 مثقال طلا از شهری باید دیه بده. 40 روز بعدش اینا استخون میشه که بعد رو استخونا رو گوش میگیرن. اینجا میگن که فخلقنا المضغه عظاما، استخون میشه. اگر این استخونا رو کسی سخت کنه 80 مثقال طلا میگیرن. نه نمیدن روح بیاد یه مثل آدم 1000 مثقال میگیرن. بله روح بیاد بچه که روح دمیده با من که اینجا نشستم، با اون پیر مرد 90 ساله با یا جوان پیر من یه فرق اصلا هم باشه تو رحم باشه انسانه. خب پس اگر گوشت استخونا دیگه چیز شده گرفته رو استخونا رو گوشت، بدنش کامل میشه 100 مثقال طلا شرعی باید دیه بده. تا بچه روح بیاد میگن پسر یا دختر، پسر 1000 مثقال طلاست، قتلش دختر 500 مثقال. پس اینجا بودش، اینجا بودش. پس منی خالی 20 مثقاله. اون کسی که سخت کرده. خب اینجا 3 نفر دخیلن. اولیش خود این خانومه. بله. اولیش شوهرشه که رضایت به این کار داده. سومیش اون دکتر یا قابله یه که این کار انجام داده. چشم. من برای اینکه بفهمید مثال میزنم. یا کسی به من گفت چاقو داد گفت برو اونو بکش. رفت جلو یه نفرم اونو گرفت آوردش. ولی کشتن اون وقتی است که من چاقو رو میزنم تو قلبش، منو مباشر میگن مباشر. بقیه اینا جرم دارن اما قاتل اونه. اون آخرین عملی که انجام گرفتیم بچه افتاد کی انجام داد؟ دکتر باید دیگه بشه. نه لغت های چیزی نگوید، همه اینا مقصرن اما اونی که قاتل بشه میگن اونه. اونی که اگر نکنه بچه سخت نمیشه اون مباشره میگن اون باید قاتل حساب میشه. مثلا این مورد باید این مثلا تشخیص داده که این بچه به صدا ناقص خلقه به دنیا میاد، این مثلا این داستانی چشم یه نفر تو کوچه ناقص خلقه داره را میره بکشیمش تمام دیگه رو باید بدیم. به ما چه ناقص خلقه هست؟ اگه اینطور باشه هرچی کور و کچل تو خیابون هست بکجیم نبا با اونم یه دیه کامل میگیره.
اصلا اون بنده خدا اگه جانم میافتاد که نطفه اون تو نمیرفت. بله بفرمایید. بله. شما قشنگ متوجه شدید که بهتر جواب بدید. یه خانمی رفته تو واسه بچهش عکس بدازه تو سید عباسی. معمولا میگن کسانی که حامل هستن ممنوع هم بیان. این خانم مثلا متوجه نبوده. رفته مثلا با بچه عکس انداخته و اون مثلا اشعه ایکسی که میگن مثلا تو رحمش مثلا اثر میذاره. قتل خطر. اون که اشعه رو انداخته این کار کرده قتل خطأ بهش میگن. قتل سه جوره، عمد، شبه عمد، خطأ. قتل خطأ ازش دیه نمیگیرن، دیه رو میرن از عاقلش میگیرن. مثال میزنن، من یه تیر زدم به یه آهوی، یه آهو رد شد و یه آدمی اومد، اصلا هیچ حساب نمیکردم، خورد تو گیجگاش افتاد مرد. این اسمش قتل خطأ، از من دیم نمیگیرن، میرن از عاقله میگیرن. عاقله یعنی چه؟ یه آدم عاقل گیری. آقایون بگوین عاقل چه؟ عاقله بگوین. خود شما هستید. بله؟ خودتون از اینکه انداختید، عاقلید دیگه. بارکالله همینه، حسن، اینم چیز خوبیست. منم که طلبه بودم اول بار تو دلم گفتم که حالا اصلا عاقله چیه تا بمونم، تقصیر نکردن که عاقله کم. بگوید من عاقل فکر نمیم تو رساله فارسی باشه اونجا بگی. حالا نه اینجا نداره، عاقل اونجا هستش. اینجا هست مردان قبیله شما جا که بله؟ این مردای قبیله که با هم آ ایشون یه خورده بلده ولی غلط در جواب بده. نه عاقل کیه حالا رفت یه خورده رفت جلو. عمو و پسر عمو و دایی کسانی رو که از این میت ارث میبرن، از این شخص ارث میبرن، اینا جمع میکنن از مرداش اینا رو میگیرن. عاقله رو اصلا تعریف میکنن برای ما. ببینید عاقله اصلا سرفصلی ما داریم. عاقله‌ای که باید دیار بدن کیه؟ اسانی من اللواحقه فل عاقله. عاقله کیه که میگن برید از عاقله بگیرید؟ اینا کیا هستن در شهر میدن ها را هدونه دونه. بله ضابطش، ضابطه از کسانی است که از پدر و مادر به این منی که زدم از عاقلم میخوان بگیرن به پدر و مادر با من نزدیکن، مثل خود پدر، داداشا، اولاداشون، عموها، اولاداشون. گفتند آیا پدر بزرگ و اینا که میرن بالای اولادای خیلی پایین میرن پایین اونا داخل بر عاقلن، اقوایشون میگن که دخول، آی خمینی میگن به داخل. زن رو نمیرند ازش چیزی بگیرند از قوم خیشا باشه بلا اشکال. سبی زیر سن بلوغ هم نمیگیرند، دیوانه رو هم نمیگیرند و دارن بیا. اصلا یکی از بحثایی که طلبه باید یاد بگیره اینه که عاقله کیه، عاقله رو بدونن کیا هستن. خودش بحثش در میرن ما هم بیانم میرن هم سفر کن. اگه زیر بار نداره چشم همچنه. بله الان میگم ایشون میگن اگه زیر بار نره چیکار کن؟ جواب بده شما. آقا قانون ازش میگیره حرفا. همینو میخواستم بگم. یهو آقای خامنه‌ای عصبانی میشه، تفنگو برمی‌داره میبره میگیره، گوشش میگیره، قانون میگیره. اصلا ما یه بدفهمی داریم که سلام علیکم. نه من چجوری میشه ما مردم فهمیده بشیم؟ دولت یعنی زور. اگه زور نباشه اسمش دولت نیست. منم ما ای پلیس تو چهار رو بگه آقا جون ننت من یا بهم جون مادرم بگه آقا سم اینکه پلیس رو واس وانست بگیردش قانونی برخورد جریمه میکنه ماشین بخوابونه دولت این زور بگه آقا بده نمیدی یه آخر رو میگیرم. یه بند خدا میگفتش که یه مسافر سوار شد ماشین مسافر میبرده، گفتش که این ماره خیلی وقت پیشه هم 5000 2000 سابق این نداد. اومدم عصبانی خوابوندم شد تو جیبش در آوردم بردم. قانون میاد میخوابونه از جیبش در میاره و میره. ببخشید در مورد اون قبلیه که گفتیم چیز دیه یه سخته وقتی دیه به که تعلق میگیره اونجا؟ چشم آی زمان ایشون چی گفت؟ خب ببین آی زمان نزدیکن نفهم میخواد توقع داری من بفهمم چی گفت؟ دیه یه سخت رو به چی میدن؟ میدن به ورث، میدن ورثه اون بچه. کی از این بچه ارث میبره؟
میدونن فرض میکنن به دنیا اومده وارث داره دیگه. الان بچه که تو شکم زن منه کی وارثشه؟ خب وارثش پدر مادریم دیگه، من پدر من و مادر. سوال قبلی جا بیفته. بله. عرض کنم که این دکتر فهمیدید که قاتل ما بله اون که مباشره. بله. و این دیه رو این باید بده. بله. بعد حالا سوال اینه که این زن شوهری که این رفتن در مطب این دکتر بله. و از این دکتر خواستن که این کار انجام بشه، اون دکتر رو انجام داد. چشم. خاطر منافعش. بله. خاطر پولی که گیرش میاد. بله. ولی اصل قضیه اصلا چطوری بگم، اون کسی که موجب این قضیه شده این زن شوهر بودن که رفتن توی مطب که این کار انجام باشه. حالا مثال من آقای رمضان داره تو کوچه میره، میان میگن آقا این تفنگر بگیر 3 میلیاردم بد میدم، میدیم بزن تو مغز این که میره. شما رو میگیرن به عنوان قاتل چون مباشرید. خب نگیرید نکنید، مطب به پاش بیرونشون کنه، برو پیکار تو من یک سوال میکنم. باشه مباشر میگیرن ازش. و این زنشوها چی میگیرن؟ نه دیگه رو میگیرن از پزش میدن به ورثه بچه. نه از این پزش میگیرن چون این کار انجام داده. بله. ولی این زنشوهری که با رضایت خودشون رفتن توی مطب این کارتا اینا چی؟ هیچی میگیرن میدن به هم پدر مادره، منتها میتونن نگیرن چون مالشون نکن، ولی از به این میدن اینا وارث. اگر دکتر بگه که این بچه نام سرخلقه است بله. با سونوگرافی و فارسا این وقت صرف میشه اون چیه؟ بسیار خود این که الان سوال میکنید خودش یه مسئله رساله است. مسئلهش اینه که کسی با هم دستگاه حال آم سابقا که نمیفهمیدن، باید سب میکنن تا به دنیا بیاد میدیدن کوره کچلی شلی حال اون وقت میفهم نشون دادن که این بچه ناقصاله. از این مرجع از اون مرجع خوندن همه فتوه ها رو، اگر روح دمیده شده باشه هیچ ثمر نداره، باید اگه بکشن دیه میگیرن حسابی. اگر روح دمیده نشده آقای مکارم نوشته بود اگر این بچه خیلی حرج برای این زن شوهر سخت واقعا بزرگ کردنش، جواز دادن که بله سخت کنید چون حرج براتون، ولی دیه میگرند از این زن شوهر از اون کس میگرده مباشر دیه یشون میگرده در مسئله است. ولی آقا یک کامیسیون پزشکی هم تشکیل شده ظاهرا 7-8 دکتر هم، بعد اونجا تشخیص میدن که بس صرف چه نه که قانونی اجازه میدن. بله همین آخه هر کسی میره نازی میکنه بچه سخت کنه، اینه که آدم براشون درست کردن که پزشک بیاد اینا همجوری تنبلی هم نمیخوان بچه دار بشن و بمونن، ولی بعد اونا تشخیص شد. بس آقا شهر به اون زن و شوهری که با میل و اختیار خودشون رفتن در این مطلب و این کار انجام، شهر به اینا کاری نداره؟ کار نداره که پدر در میاره، منتها قاتل اینا نیستن. عرض کردم دو نفر تو خیابون جلو رمضانه گرفتن گفتن آقا 300 میلیون دلار این تفنگر بگیر این که رد میشه بزن تو مغزش، شما قاتل هستی. خب نباید بکن باید آقا بگو من دنیا رو هم بدید نکن برید باش اون قاتله. منطقه به کی بدیم این دیه رو؟ میدیم پدر مادر. پدر مادر میگه دیهش چقدر میشه؟ 1000 مثقال تره از اون 300 فلان دلار. دیه رو میده به پدر مادر، بقیهش هم میزنه به چی بشه. دیه رو از اون میگیرن. یعنی الان این دکتری که این کاری کرده دیه رو به وارث این بچه میده، وارثش هم پدر مادر بچه است. میتونه ببخشه؟ چرا نمیتونه ببخشه؟ شما الان پاشید ساعتتون رو در بیارید ببخشید بکشون. بخشش که همه جا میشه که آقا مادر پدره ببخشن به آقا دکتره. خب بله دیگه اصلا به من ببخشن، دیگر بگیرم ببخشن به ایشون. حالا اگه ما هم ببخشن یه خوردم باید رو بردم. خیلی سوال جمع بشه، خیلی بیشتر گیر دارم، خیلی بحث شدیم. آقا میفرمان گیر شدیم، این داروخانه ها قرص ضد گیجی دارن. آقای دکتر یه قرص ضد گیجی. من بیچاره، من طلبه بیچاره، من طلبه بیچاره که 40 سال زیر و بم همه اینا رو در آوردم و تمام اینا رو دیدم چجوری اینا تو مغز رفت جا گرفته هستش دیگه. حالا شما خودتون در مسئله ها رو می‌نویسید می‌پرسید که بهترین راه مسئله یاد گرفتن، بهترین راه مسئله یاد گرفتن همین است. قایدم ببینید گاهی گیج میشید که من میام توضیح میدم براتون. بله آقا از صیغه میگن چون سوال کنید. بله بفهم بله خیلی عالی شده. بله یک کسی آمده یه نفر کشته
اولاد گرفتدش که آه حالا میخواد دیه بگیره، دیه بده، میگه دیه ندارم. خب من از شما بپرسم، تقریبا یقین دارم بلد نیستید. حالا در این حال اگه بلدید بگوید. یه نفر آدم کشته، میگن دیه بده، نه راستم نداره، دورو نمیگه. چیکار میکنن؟ چون حاکم شهر فکر کنم خودش میتونه پرداخت کنه، یعنی میدونم حاکم شهر به حقوق انقدر که دیشب دیروزم دخترش برای کیفی گریه میکرد پول بیاره بده به این بله همجوری میگن که اگر هیچ وقت نمیذارن دیگه کسی از بین ببره، دولت از بیت المال دیگه رو میده. تاسو مثلا اینجاست دولت نمیده، دولت میبره زندان خودش. اون دولتی که شما میشناسید بله، ولی این وقتی که نداشته باشن چه وظیفه‌ش بده؟ حالا اگه به این تحریر وسیله بخوان عمل نکنن دوباره بودو بودو آی خامنه میاد میذاره اینجاشون میگیره میده. این احکام خدا کی باید اجرا کنه؟ شما خیلی ولی فقیه، ولی فقیه، ولایت فقیه و چای بخوره و کارش هم رسیده بعد احکام خدا رو جرو. نه مردم که زندانی ها دیگه کردن توی زندان هستن همین الان، بله اینا دو راه دارن، یا بالاخره اونجا اینقدر هست تا بالاخره یک پیدا بشه بده، یا که نمیتونن بدن خیرینی هستن همه سبه اگر بوجم میکنم در این عرض من توجه. اگر تو این کتاب تحریر یا کتاب فقهی خامنه ای اونم شما داره اینا رو نوشته باشه بعد دولت بده، اگه دولت نده دوباره آقای خامنه‌ای تفنگ به هم میده مثل دولت که چرا نبینید؟ ای بعد اجرا بشه احکام، احکام بشه اجرا نشه چی؟ آجا تو بحث حج واجب یه مرتبه من یادم چند سال پیش میفرمودیم که داشتین عروه رو فکر میکنم قرائت میفرمودیم که اگر مردم نخوان برن یا دیگه نتونن برن حج، روی اهمیت حج دولت اسلامی برش واجبه که مردم رو به زور شده بفرسته حج. درست میگم آجا تا این دوسته؟ خب اب نداره کسی بلده این مسئله رو سوال نیستشون چیز یادشه میگن که بگو چی گفت. عرض کردم که اگر مردم به هر عنوانی دیگه نتونن حج برن، مثل حالا الان که خیلی سخت شده آزادش تقریبا 300 میلیون و طرف هم واجب الحج باشه، یا اینکه نخوان برن حج، یه همچی چیزی من از حضرت حاج آقا شنیدم که فرمودن که دولت اسلامی برش واجبه که مردم رو شده به زور بفرسته حج، یا اینکه بکشن حاج آقا فرمودن، یا اینکه بکشن. بله بله آخرش میکشن. ببینید مسئله رو غلطیشون داره، میگه بلد نیست. نه میگم حالا از دیگه کمرش یاد گرفته و یه چیزی نه میگم براش. هر سال در حج باید جمعیت چشمگیر آبرومندی در عرفات و منا و اینا جمع شن که دنیا وقتی میبینه بگه مسلمان ها هست. حضرت علی فرمودن که حج پرچم اسلامه، اگه بیفته دشمن امانتونه نمیده، آمریکا و روس رسیده میخوردتون. حضرت علی گفته اون دیگه بلده چی اونجا باید باید اون وقت اگه مردم مستطیع هم خوب دارن میرند و اونجا چشمگیر خوب آبرومند دارن، یه وقتی به قدر چشمگیر نمیرن، حالا میان وسط. اگه کسانی مستطیعن به زور میفرستن برن دیگه بزور آقا مستطیع بود. اگر مستطیع نبودن و نمیتونن برن، مستطیع نیستن، دولت اسلامی موظف از بیت المال به قدر آدم از دولت های همه برفرستن اونجا آبرومند برقرار بشه. باز ادامه میدن آمده مثلا مردم نمیرن، میگن به زور برفرستن، اگه نمیرن بکشندشون که زنده نباشن، چون بد دشمن میخواد بیاد بکشه اون خیلی خفت بارتره، این آبرومندتره بکشندشون. اینقدر حج مهم هست، احکامش هست توی رسول الله. یه پارکی جلوی منزل شخصی هست که یه جوی بسیار دنجیه، بعد گفتن که بسیار یه اعمال بسیار شنیعی این دختر بسیار میان پسرامیان از لباد گرفته از نمیدونم غیر و زاره و زن بچه های اینا که جلوی پارک هست از پشت پنجره این صحنه شنی رو میبینن. بعد اینا رفتن به مثلا کلوتری محل مراجعه کردن، گفتن بعضی اینطوری به داد ما برسید، زن بچه های اینا اینطوری هم فلان، من دختر بزرگ دارم، پسر بزرگ دارم، توی صحنه های خیلی ناجوریه اینا، کلوتری هم یکود ما نمیتونیم اونجا 24 ساعت من اینا صبح تا شب، شب تا صبح هستن، ما نمیتونیم 24 ساعت اونجا معمول بزنیم. کلونتری کار برشون نکرده، رفتن سراغ بسیج به سراغ مسجد، از اونا خواهش تمام کردن، اونا هم کاری صورت ندادن.
اینا خودشون حالا تمام اهالی که اونجا هستن رو این پال به این نتیجه رسیدن که ما اگر که اینا وقتی میان اونجا میرن بالا مشغول میشن اینا، اینا مشغولن دیگه حواسشون نیست. ما چهار تا چرخ ماشین اینا رو پنچر میکنیم، ما مثلا نتیجه هم میده ها، ما یکی دو دفعه این کارو بکنیم دور اینجا رو خط میکشن، اینجا دیگه نمیان دیگه. اینا شرعن خب دارن. حالا این تو مسائل نهی از منکر، تو این تحریر الوسیله نهی از منکر مطرحه با 212 تا مسئله، تمام ریز اینا را آقای خمینی نوشته. حالا این مورده همه موارد، منتها ما به حمدالله اصلا نمیریم بخونیم، نمیریم یاد بگیریم، بنا نداریم عمل کنیم. منکری داره انجام میگیره، بله همین راه ها که طی شده چست. خب قانون که بهترینش همین قانونه که بیان قدرت دارن بگیرن. حالا فرض نمیکنه قانون یا قدرت ندارن یا نمیتونن. ببینید میره مرحله بعدی، خود مردم نمیخواد ماشین چرخ چرا من چرخ. شخص من که اینجا نشستم، اسمم سید مرزا خاتمی است، زمان طاغوت نه زمان الان، تو محله ها قمار بازی میکنم، محله های ما بعد هم اکتی گل گلتشان قمار کنم کله تره. اول وقتی ها رو کار اصلا چیزی نم، جلسه داشتیم صبح جمعه در صفحه اینا بودش، جمعیت ما خوب بودش، ماشین هم داشتیم، دست بیکی کردیم زیاد بودیم ما مثلا 20 نفر، یهو با ماشین مثلا یهو 8 ماشین با میساد میریختم پایین، حریف نمیشدن، دعوام شد. ما لات داشتیم، چاقوکش داشتیم، این آدم قوی داشتیم، میریختم فرار میکردن چون میدیدن اینا قوی هست، اساس شدم جمع میکرد. جوری بود که از ترس ما دیگه نمیکردن. کلونتری از سید مرزا خاتمی تشکر کرد، کلونتری زامن شاه فهمیدن کی کرده، مردم خودشون برن جلو بگیرن. نه اون خیلی خطر، اون چیز داره شدید، یعنی اینا یه روش آدم های عراض روش و خیلی بزرگ. چشم اون کار بسیار خطر. چشم یه وقتی شما مگر بگوید نمیتونن، ولی هر کسی تو فامیلش گردن کلوف داره، تو آشپزخانه چاقو داره، چی داره، اون وقت وقتی بشن 400 تا دیگه اون 40 تا حریف نمیشن، وقتی بشن جمعیت برن و خوف، اون وقت حالا دیگه کلونتری ناچار دخالت کنه چون دعوایی داره میشه و بیاد اینا. خلاصه خودشون به قدرت جلو رو بگیرن. بله نه 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 اون ضرر مالی، ببینید یه وقتی میگه آقا من هیچ راهی ندارم، فقط ماشینشو پنچر کنم مثلا نمیاد اینجا، اگه آخرش به اینجا کشید اون وقت مثلا اینجوری، ولی راه های دیگه نداره. خب بریم سراغ یه چیزایی بیم. یه دیروزون کاغذ که دادم خدمتتون، این حدیثش، این روایتش اینجوری که یک نماز جماعت بهتر از 40 سال نماز فرادا عدد داخل پرانتز در خانه. حالا میخوام بگم این مشکل نداره. چشم حسیل کن، یه دفعه همین رفته بودیم این قمار بازیار به هم بزنیم، یه آقایی هستش هنوز، حالا که معمم چندین ساله، این سرش کچل بدن کلاه میذاشت، سرش کلاهش میافتاد معلوم بود کچل. خب رفتن در عملیات انجام دادن، اومده بود تو جلسه، این جزء صحبتاش گفتش که دنبالش رو میکردیم، یکی برگشت بهم گفت کچل، گفت اینو. گفتم درست قمار بازن ولی چیزن، ولی نمیشه جلو مردم از گفتن حرف حق گرفت. خب تو کچلی بود، گفتم میشه جلو مردم از گفتن حرف حق گره. اینم یه خاطره شد عرضم بر این که حالا مال شما، ایشون چیزی رو دارن سوال میکنن که در رساله است. شما رساله پلوته یاره میارم که بخون. نه اجازه بدید اون نوشته رو، اگر یه مجتهد نوشته حرفی نیست، ولی غلط کردن برشن روایت نوشتن دادن. تو اوروه نوشته من لیس اهل للفتوا یحرم علیه الافتا، کسی که مجتهد نیست و نمیتونه فتوا بده حرام قرآن بخونه روایت بخونه یا بنویسه یا بگه فتوا بده، حرامه. یه پسر اینجوری میکرد، خیلی ناراحت شدم، گفتم تو نمیدونی چقدر حرامه، اگه 10 بار با مادر زنا کنی گناهش کمتر از اینه که بدون علم داری فتوا میدی. خیلی خطرناکه، چون 15 جا یا 16 جای قرآن میفرماد من ازلمو، یعنی حتی شمرم خطرناکتره. کی ظالمتر از کسی است که به خدا دروغ میبنده؟ این دروغ بستن به خدا، ثواب خدا میخواد بده، بعد درست بگه. اگر مجتهده
اگر مجتهد، حالا مجتهد جلو من هستن، تقریبا اختلافم ندارم توی مسئله که بگم که این حالا فتواشینه غلط کرده، فتواشون غلط، فتوا اینجاست، اختلافی هم نیست، یه مسائلی اختلافی نیست. مثلا هر رساله شما پیدا کنید تو کره زمین نماز صبح دو رکعت می‌دوزه، ولی این از مسائلی است که اختلافی نیست. حالا میارم تو احکام نماز جماعت است. خب نماز جماعت، این آخرین سوال ها، بعد سخنرانی میخوام. احکام نماز جماعت بله. یک ساعت و 20 دقیقه. من یه 20 دقیقه میرم برای وضو. 1400 رو بخون جانم، خودت 1400 رو بخون. تو وضو خالی نیستم، همین دستشویی رو بیارم. خب 10 دقیقه. در روایتی وارد شده که یک نفر امام، من میخونم که اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند، هر رکعت از نماز آنان ثواب 150 نماز دارد، و اگر دو نفر اقتدا کنند، هر رکعتی ثواب 600 نماز دارد، و هرچه بیشتر شوند ثواب نمازشون بیشتر میشود تا به 10 نفر برسند. عده آنان که از 10 گذشت، اگر تمام آسمان ها کاغذ و دریاها مرکب و درختها قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده شوند، نمی توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند. اینو چاپ کنه بزنه تو مسجد، شماره مسئلهش هم بزنه. یک نماز، یعنی یه نماز مغرب عشا رو منظور، یه دونه نماز، حتی یک رکعتش، حتی برای یه نفر، اینا نمیتونن بنویسن. تو مسجد و غیر مسجد که نداره، نه ده نفر تو بیابون باشن، اسم مسجد، مسجد خودش تمام اینا ضرب در 100 میشه. تو مسجد نبی ضرب در 10,000 میشه، تو مسجد حرام ضرب در میلیون، اونا ثواب زیاد میکنه. بله، آقا بیشتر کمتر نمیخوام، غلط کرده اونا نوشه، بیشتر نمیخوام، چیشه اینو بعد برداره بنویسه، اون آدم خری بوده این کار کرده. اگه مجتهد نیست، 10 بار با مادرش زنا میکرد، گناهش کمتر از اینه که برش بر خدا دروغ بسته. بعد آدم وارد بنویسه. تو خارج اگه کسی دکتر نباشه نسخه بده، دستگیرش میکنه. اینجا هم هست، اینجا کسی دکتر نباشه نسخه بشه، قانون دستگیرش میکنه. بلام دعواش درست باشه، ولی مرا خوبم بشه. اگر اینا دروغ باشه، روی بهشت رو نمیبینن. خطر خدا میگه من از لحم هست. یک از ظالم تر از این کیه که داره به من دروغ میبنده؟ حرف اینا باید حرف خدا رو بگن. ثواب خدا میخواد بده. من به یه نفر بگم آه تو این بانگه اگه بره حساب باز کنی 1 میلیارد بهت پول میدن. میره میگه آه نه، من کی گفته من نمیدم؟ کی به ما دروغ بسه؟ خدا میخواد ثواب بده، نه باید دروغ بسه. من از دام من افتر علالله کذبن. بله دیگه، چند جای قرآن نماز فراده تو مسجد با خونه شدی 40 سال با یه رکعت. بله، یه رکعت خونه با مسجد 40 ساله. آه خودت حرف زدی و ببین، نه جماعت رو نمیگم، مثلا فراده، مثلا نه مسجد، نه مسجد رو نوشتن، مسجد 100 برابره نه اون مسجد متفاوته، مسجد جامع 100 برابره، مسجد محله قبیله 50 برابره، مسجد محله 25 برابره، مسجد بازار 12 برابره. اینا رو توی این اورور ریزش رو نوشتن، یعنی به ماها ربطی نداره. بعد اینو محمد بگه، بعد جعفر صادق بگه، ما که بلد نیستیم اینا چند برابره. آجا کنیسه یا کلیسا رو، کنیسه یا کلیسا رو هم فرمودین اگر جایی باشه مسجد نباشه، توی شهریه، کنیسه یهودی هست یا کلیسا هست، اگر اجازه بهش بدن اونم ظاهرا فرمودین ثوابش از نماز مثلا تو خونه و اینا بیشتره. بله، چند برابر حالا ندیدم ثوابش، ولی بیشتر ثواب نماز مسجد بازار پایین‌تر از مسجد دیگه است. کی میخواد بزنه؟ یا مراجع بزن یا برو ائمه بگیر بیاد بزن. خب اومدی اینجا که چیز نشیده بشنو دیگه. اگه اینجا امروز بیا یا بری چیز هیچ نشنو بگه، میگه چه در چه ثمری داره این؟ نه اینجا که میگن مسجد، ببینه تو مسجد ها شما ندید، مثلا بازار اینجوره، نه بازار بزرگی، نه مثلا چند تا بازار به مسجد میساختم، غیر از بازاری هم کسی توش نمیره، ما محلا جمعیت زیاد میره، جمعیت هرچی تو مسجد بیشتر بره ساب شوشه. مثلا تو محل کار که چیز نماز مسجد نیستش، اونجا نمازخانه اونم حکم مسجد داره؟ ابدا، خودت داره میگو مسجد نیست، ما همون بگم که مسجد داره. چون جای دولتی اونجا. بله؟ مسجد. خب به من چیکار میشه؟ یه خانمی تو کوچه میره، زن شما نیست، خب چیکار کنم زن نیست؟ بری زنی بگی که زنت بشه اونجا مسجد نیست.
سوال میکنن بله. سوال میکنن آجا راجع به همین مسئله میگن من به صدا بنده میخوام این سوال این به صدا مسئله که عنوان کردیم به چه طریقی ببرامونم به یه جوان که این مسئله صحیح درسته بهتون این چه مسئله بس من تقیم کنم بنویسید مسئله 1400 توضیح المسائل امام خمینی بنویسید توی هر که آی خمینی رو میشنسه و فقه رو میشنسه تو همه رساله هم هست آی سیستانی هم تونست هم هست آی مکارم هم هست نه نه اصل سبابه همینه اختلاف نیست ولی ما بخوام چیزی رو اصلا چرا صحبتی می نویسن زیرش مثلا امام خمینی یعنی آقا اون آقا گفته یا اهمیتشو بچه خیلی آقا سباب شوقی نیستش یه بله یه همچین سباب خیلی خب بله خیلی دیگه من به یقین نمیرسه چکار باید؟ این مهم برای این که نه ببینید یقین عیب نداره چون اول کار که آدم وارد میشه یه حالا سخته و چه و فلان و اینا وقتی باور میکنه که اینا از زبان معصومینه دیگه یقین از آن ارمامه بگیم باز یه فضیلتش بله بله خیلی روشه نه نه اونجا گفتن چی ببینید این حرفا خیال بافی و یک کسی همچه بپرونه نیست گفتن اگر کسی بدون اذان و اقامه نماز واجب رو بخونه نماز یومیه رو دو تا فرشته میان بهش اختدا میکنه میشه جماعت سه نفره اینجا نوشته بود که جماعت سه نفره به هر رکعتی ثواب 600 نماز میدن اونجا نوشته بود به سه نفر که برسه ثواب اومخ این جماعتی که من اذان و اقامه نگفتم دو تا فرشته بله سباب فرشته ها رو میدن به من اگر نه نه روزه نیستم روزه نیست بس بیا رسیم ای با من بیچاره روزه نیستم اما ایشون در جلو نون خوردن منو میگیره البته جلو شیرنی خوردن من نه ما نه من مریض حالی بود نگرفتم من داشتم خیلی قصم میخوردم که نمیتونم بدنم نمیتونست بگیرم امروز هم قصده هم بار که چطور ما میشونستیم امروز روز بعد بیا بله زن سیغه‌ای از ملت ارث نمیبره اگر اولاد دار شد بعدش باز ارث میبره چشم زن چه از سیغه‌ای بود دور صدا ده ایشون پا برهنه دوید وسط مسئله شما حالا شما سر برهنه بهش بگو آقا من جوابشون رو بدم آقا بله جواب بده آقا زن سیغه‌ای اگر اولادی که داره مال همین مردی که سیغه‌اش کرده این میت بشه به رحمت خدا بره این اولادشه پس این بچه از اون بابا حتما ارث میبره بچه که درست نه خود زن سیغه نه خود زن سیغه اصلا ارث نمیبره زن عقد دایره تخصص رو میبینی مشکل ها ایدشون بله آجا ما صرف میگم ما زرس قاطعه آجا ما خسته چایی بودی چون بلده دیگه آجا ما داره چایی بخوره جواب ما رو بده یه و اگر کسی اقامه بگه و نماز بخونه آخه میگن یا اذان و اقامه یا اقامه اذان نه یا اذان و اقامه یا اقامه یک صفحه از ملائکه از مشرق عالم تا مغرب عالم اقتدا میکنن و ثواب این جماعت همه رو میدن به اگر اذان و اقامه بگه دو صفحه از ملائکه از مشرق عالم تا مغرب عالم خیلی ثواب داره اذان و اقامه حیف از دست ندیم اینا آجا حالا به خاطر همین ثواب شدیدش که فرمودین تو رساله ها هست بعضی علما میفرمان تا رکعت اول به رکوع نرفته میتونه اگه یادش رفت نمازو به هم بزنه دوباره اذان و اقامه بگه آیت الله سیستانی که میفرمان تا قبل سلام نماز اگه یادش اومد میتونه نمازو به هم بزنه حالا من مقلد آیت الله سیستانی نگفتم نخواستم بگم وسط نماز پشیمون شدم که چرا نگفتم اینجا میشه برگردم شما مسئله آیت سیستانی رو قشنگ نخوندی بگو از اول آیت الله سیستانی میگم اگر فراموش کرد فراموش نکرده شما بگو یادم بود نه حالا میخوام بگم به جنس جلب نخواستم بگم چیزی آن بگو داخل من نگفتم همینه آقا اون مسئله بق بود فراموش رو قبوله شما که فراموش نکرده بود نه میگم داریم هم چیزی دیگه آقا نه 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 اگه بود که سیستانی نمیخواد جلو دین رو بگیره خب میگو هر جوری فراموش کرده مراجع که قرض ندارن ما هر به هر علتی نگفته چرا نگفته فقط پشیمونی شما در تخصص خودت سوال کن از تخصص بیرون نرو شما زن سیغه و اینا بله بله
نه داغ نبود. بین سیاه معمولا سیاه رو آدم نمیبیندش. خب بله بله سراغ خرش. بله نه نه بله خوبه بشه. نه چی دیدش آقا این شاهد بشیم آب اینجا ریخته همه دیدید. یه خب آقا سخن دارید.